حرکت آخوندها از خیزش هموطنان بختیاری، ادامه حکومت نظامی در دسفول، درگیری دو جوان مسلح با نیروهای سرکوبگر در اندیمشک، اعتراض مردم دهلوران به طرح ضد مردمی توزیع سبد کالا، اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج، تایید اجرای حکم اعدام 120 زندانی محبوس در زندان مرکزی بندرعباس، 15 اعدام جنایتکارانه دیگر در قزوین، کرج، شیراز و بندرعباس. بنا به گزارش‌های دریافتی، ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی در دسفول بعد از خیزش‌های اخیر در این شهر بیش از 200 نفر را بازداشت کردند. رژیم آخوندی یک حکومت نظامی اعلام نشده در این شهر برقرار کرده و ارتباطات را قطع کرده است. همچنین بعد از تظاهرات هموطنان بختیاری، رژیم آخوندی نیروهای سرکوبگر خود را از تهران به یاسوج و گچساران اعزام کرده است. بنا به گزارش‌های دریافتی، دو جوان روز 25 بهمن در اندیمشک بعد از توقف خودرویشان توسط ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی با کلاشیکوف به آنان تهاجم کردند. بعد از درگیری دو جوان بازداشت و با ماشین‌های شاسی بلند که شیشه‌های دودی داشتند به نقطه نامعلومی منتقل شدند. جمعی از مردم دهلوران در اعتراض به نحوه اجرای طرح ننگین توزیع سبد کالا و کمبود اجناس در مقابل مراکز توزیع سبد کالا تجمع کردند. این حرکت اعتراضی روز سه‌شنبه 29 بهمن صورت گرفت. جمعی از مردم محمودآباد برخار از توابع اصفهان در مقابل شهرداری رژیم تجمع کرده و نسبت به وضعیت نابسامان این منطقه اعتراض کردند. به گزارش دریافتی از اصفهان روز سه‌شنبه 29 بهمن، همزمان با حضور معاون مزدور وزارت نیروی کابینه آخوند روحانی که از تهران به اصفهان آمده بود، جمعی از کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به نداشتن آب کشاورزی در مقابل اداره آب اصفهان تجمع کردند. رانندگان سرویس‌های حمل و نقل دانشگاه پیام نور خرم‌آباد در پی اعتصاب چند روزه خود موفق شدند بخشی از حقوق خود را به دست آورند. به این ترتیب کرایه ترم جاری افزایش یافت. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و کم بودن کرایه ها دست به اعتصاب زده بودند. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی شاهرخ زمانی، مدافع حقوق کارگران و رسول بداغی عضو کانون صنفی معلمین در زندان گوهردشت کرج که از روز شنبه 26 بهمن شروع شده است همچنان ادامه دارد. آنها در اعتراض به شکنجه و انتقال خود به سلول انفرادی دست به اعتصاب غذا زدند. اعتصاب غذای جمعی از زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج ششمین روز خود را پشت سر گذاشت. این زندانیان در اعتراض به انتقال دو زندانی همبند خود، شاهرخ زمانی و رسول بداغی به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذای نامحدود زدند. دیوان عالی رژیم حکم جنایتکارانه اعدام 120 زندانی در زندان بندرعباس را مورد تایید قرار داد. به گفته زندانیان محبوس در زندان مرکزی بندرعباس، 120 پرونده محکومین به اعدام که برای بررسی به دیوان عالی رژیم در تهران ارسال شده بود برگشت خورده و احکام صادره اعدام برای 120 زندانی مورد تایید قرار گرفته است. دشخیمان خامنه‌ای در قزوین سحرگاه روز پنجشنبه سه زندانی را در زندان مرکزی قزوین به دار آویختند. رژیم جنایتکار آخوندی همچنین شش زندانی را در زندان گوهردشت اعدام کرد. یکی از زندانیان اعدام شده به نام میثم چنبری در حالی که زیر 18 سال بوده دستگیر شده است. دشخیمان رژیم همچنین یک زندانی را روز گذشته در ملأ عام در شیراز به دار آویخت. علاوه بر این روز سه‌شنبه 29 بهمن، شش زندانی در زندان مرکزی بندرعباس حلق‌آویز شدند. قبلا خبر اعدام پنج زندانی منتشر شده بود. بر اساس اخبار تکمیلی، یک زندانی دیگر به نام تاجیک همزمان و به همراه پنج زندانی نام برده حلق‌آویز شدند. رژیم ضد بشری آخوندی روز سه‌شنبه 29 بهمن
دو زندانی را در زندان مرکزی کرج به دار آویخت. رژیم هیچ خبری در این رابطه منتشر نکرده است. تنها و دسته های ارتش آزادی بخش ملی ایران در سراسر میهن اشغال شده برپا. آقای بچه های سراسر میهن اشغال شده، منظورم همون انقلابیون مجاهد و مبارز و اشرف نشان است. بلادرنگ برای برپا کردن و آماده سازی تیمها، دسته ها و یکان های ارتش آزادی اقدام کنید و آماده باشید. درنگ برای اون رو به فکر و طراحی بکنید. در سراسر میهن اشغال شده تا در زمان موعود در لحظه مناسب فرصت و فرصتهای طلایی از دست نرود. در عقیده هر ایرانی آزاده که میخواهد یوغ ستم آخوندی رو در هم بشکنه و خواهان سرنگونی این رژیم پلید است، علیه فاشیسم و استبداد مذهبی است و مخصوصا در عهده جوانان دلیر و اشرف نشان است که تیمها، دسته ها و یکانهای ارتش آزادی رو به هر میزان که میتوانند در هر کجا از عرف تا خلیج فارس و از خراسان تا خوزستان، از تبریز تا سیستان و بلوچستان، از کردستان و کرمانشاه تا یزد و کرمان برپا و برای اون اعلام آمادگی بکنند. محقق کردن ترنگونی دشمن ضد بشری، اون هم به دست خودمون و توان خودمون با همون منطقه کس نخارد. حالا با تشکیل یکانهای ارتش آزادی وظیفه ایست مبرم و میهنی برای تمام آزادگان ایران زمین، به ویژه برای جوانان دلیر و غیور و اشرف نشان. بار خدایا در این وظیفه ملی، انقلابی و میهنی اونها رو در هر کجا که هستند مدد کن، مخصوصا با مشعل تکثیر شده اشرف و مجاهدانش در هر کوی و برزن، در هر شهر و منطقه و روستا، به جانب برپا کردن یکانهای ارتش آزادی که طبعا در برگیرنده ارتش قیام هم هست و اون کار کرد و هم خواهد داشت، به پا خیزند و پیش بتازند.